Please be seated. لطفاً بفرمایید بنشینید. Mr. Chairman, آقای رئیس، شاهد بعدی ما شاهد شماره 5 هست. It appears at page 317 of your bundle. شهادت ایشون رو در صفحه 317 مجموعتون میتونید مشاهده کنید. Good afternoon. عصر بخیر. شاهد شماره 5. خدمت همه وسط دادگاه بین المللی لاهه و همه کسایی که از این فضای مجازی تونستن صدای ما رو به قول معروف الان داشته باشن و ما بتونیم از طریق این رسانه اتفاقاتی که توی آبان ماه به چش و عینه دیدیم بتونیم براتون بازگو بکنیم و بدونید و مردم دنیا و همه سراسر جهان متوجه بشن که چه اتفاقاتی توی فاصله زمانی 25 آبان تا 30 آبان یه لحظه صبر کنید. آقای شاهد، خدمتون سلام عرض میکنیم. لطفاً یک سوگند نامه رو پشت من تکرار کنید. من سوگند یاد میکنم که حقیقت را بگویم. Do we have you again? Can you hear me? دای من رو میشنوید؟ صدای شما رو دارم همین الان. Would you repeat after me, please? لطفاً بعد از من تکرار میکنید. من سوگند یاد میکنم که حقیقت را بگویم. میکنم که حقیقت را بگویم. تمام حقیقت را بگویم و چیزی جز حقیقت نگویم. تمام حقیقت را بگویم و چیزی جز حقیقت نگویم. آقای وکیل از شما سوالاتی رو خواهند پرسید و بعد هم هیئت قضات از شما سوالاتی خواهند پرسید. آقای شاهد، به شما یادآوری میکنم که شما تصمیم گرفتید که هویت خودتون رو مخفی نگه دارید، پس خیلی مراقب باشید نسبت به آنچه که بیان می‌فرمایید که هویتتون رو افشا نکنه. Thank you. متشکرم. صدای شاهد توسط صدای یکی از اعضای تیم وکالت جایگزین شده است. شاهد، کشته شدن برخی از تظاهر کنندگان را طی آبان 98 شاهد بوده است. شاهد شماره 5، لطفاً به دیوان بفرمایید که چه چیزی را در 25 آبان مشاهده کردید. باید عرض کنم که دیوان شهادتنامه کامل کتبی شما رو دریافت کرده، پس بنابراین خیلی خلاصه صحبت کنید. 10 دقیقه حد اکثر وقت دارید. متشکرم.
خدمت قضات محترم دادگاه سلام میکنم و حرفامو از اینجا دقیقا شروع میکنم. بنده به عنوان یک شاهد عینی، یک جوان مثل بقیه جوانهای این شهر و این کشور توی این تظاهرات مسالمت آمیز شرکت داشتیم و به صورت کاملا مسالمت آمیز خواستیم یک گرانی بنزین رو که اتفاق افتاده بود در بازه 24 آبان ماه که جمعه بود، مردم میشنون که بله قرار بنزین گرون بشه و مردم بابت وضعیت بد اقتصادی که داشتن و نگران بودن، خب قاعدتا آماده می شدن که برای اعتراض به این نکته که معیشتشون قاعدتا تحت فشار و تأثیر بیشتری قرار می گیره و این مسئله خب مسئله ای بود که روی طبقات مستضعف جامعه فشار می آورد. نکته ای که میخوام بگم، شما به تمام کشته ها رو که اگه دقت بکنین همه اکثرا قشرهای پایین جامعه هستن، اکثرا یعنی از حاشیه های شهر هستن و به این موضوع اعتراض داشتن. یعنی پس موضوع آمدن ما بیرون و این همه اعتراضمون برای این بود که به گرانی بنزین و بقیه مسائل اعتراض بکنیم و اعتراضمون رو به صورت خیلی مسالمت آمیز بیان کنیم. دقیقا از 25 آبان ماه وقتی که مردم از ساعت 10 که دیگه مردم میان بیرون و خود راه رو تو خیابون پارک میکنن و بند میارن راه ها رو که بتونن اعتراض کنن، راه ها رو بند میارن، هیچ چیزی دست مردم نیست، مردم تو ساعت اولیه بجز دست خالیشون و دهنشون که برای اعتراضشون استفاده میکنن و فریاد میزدن و خواسته خودشون رو به صورت کاملا مسالمت آمیز بیان میکردن، چیز دیگه ای نداشت داشتن. و اونایی هم که اومدن وسط وایستادن به قول معروف هم جوونا بودن، از قشر جوونا بودن، مادرها بودن، به قول معروف پیرمردها بودن، بچه محصلا بودن که ببینید بین کشته چقدر بچه محصل داریم. اینجا بودش که دیگه ده صبح اعتراضات کلن کل شهرها شروع شد و به قول معروف مردم داشتن اعتراض میکردن و دور هم دیگه جمع شده بودن، کف میزدن، دست میزدن و به اون موضوعی که میخواستن اعتراض میکردن و همه شهرها بود، تو همه شهرها بود. به خاطر این در شهری که ما بودیم و تونستیم بریم و مناطق مختلف شهر رو ببینیم، در خیلی از حاشیه‌های استان تهران و کل ایران از اسلام شهر گرفته تا ربات کریم، تا شهریار، تا جاده ملار، تا فردیس، تا گوهردشت، تا حصارک، تمام این نقاطی که من دارم اسم میبرم از فردیس گرفته تا نقاط مختلف دیگه، اعتراضا خیلی کاملا مسالمت آمیز بود، مردم اعتراض میکردن و بعد نیروهای دیگه اضافه شدن و خواستن که مقابله کنن با مردم و کوچکترین اعتراضی که به گرانی بنزین داشتن رو سرکوب کنن. من میخوام یه مثالی برای همه دنیا بزنم که خوشحالم که تونستم از این تریبون استفاده بکنم. ما تقریبا هولوحوش 4-5 سال پیش اعتراضاتی توی فرانسه بود بابت گرانی بنزین، معروف شدن به جلیق زردهای فرانسه و کلن مثل این که بنزین 2 سنت گرون شده بود، نمیدونم، و بهشون همشون جلیقه های زرد می پوشیدن، می آمدن بیرون و خب می آمدن تو دستشون اعتراض می کردن. نهایت اونم محکوم می کنیم که می آمدن برای برخورد با تظاهر کننده، نهایت برخورد آدم های گاهن زخمی شدن. ما توی جلیق زردای فرانسه هیچ کشته نداشتیم، ولی ما وقتی 25 آبان ما ساعت 3 تو خیام بودیم اینترنت کلن قطع شد. یعنی ما هیچ وسیله ارتباطی نداشتیم که بگیم آقا سلام تو کجایی، یا مثلا بتونیم با هم اطلاع رسانی کنیم، حتی از دوستامو خبر رسانی کنیم. از ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی از 10 صبح که اعتراض شروع شد، دیگه 5 ساعت بعد، ساعت 3 بعد از ظهر کل اینترنت ها رفت، یعنی نه تلگرام داشتیم، نه واتساپ داشتیم، نه هیچ چیز دیگه، هیچ وسیله ارتباطی دیگه وجود نداشت که ما بتونیم به هم اطلاع بدیم. و اونجا به خاطر 2% station.
ظرف دو روز سه روز 1500 تا کشته دادن. شما برید توی حاشیه‌های این شهرها ببینید، تو مناطقی که من نام بردم همه شهرهای اقماری هستن و مردمش واقعا تحت فشار دارن زندگی میکنن. به قول معروف اومدن به کوچکترین چیز که یه مسئله گرونی اعتراض بکنن و حاکمیت به شدت باهاشون برخورد کرد. از ساعت 3 بعد از ظهر که اینترنت ها کلن قطع شد، مردم دیگه هیچ وسیله ارتباطی نداشتن، خب بیرون بودن داشتن اعتراض میکردن، حرف میزدن. بعد که گذشت، بعد از نیروهای پلیس، نیروهایی به نام نیروهای سپاه یا همون بسیج که هممون میشناسیم و تو همه جا هستن، وارد صحنه شدن و بزرگترین سلاح‌ها رو داشتن، همون توی قلعه حسن خان، توی جاهای دیگه، و اونجا حتی تانک آورده بودن، نفربر آورده بودن. بله، اونجاها این سلاح‌ها رو گذاشته بودن و دستور داده بودن که مردم رو به شدت بزنید، برخورد کنید و این داستان باید حل بشه. حل شدنشون این بود که آقای خامنه 25 آبان ما نشست و توی درس خارجش اعلام کرد که مردم اینایی که اعتراض کردن اختشاش کردن. یعنی چون مردم خودشو بخواد که به خاطر یه گرونی ساده اعتراض داشتن اختشاش کرد خوند، در صورتی که اصلا اینطوری نبود. و ما اون چیزایی که توی این دو روز سه روزه دیدیم که تونستیم در واقع در نقاط مختلف ببینیم، این بود که تمام، یعنی بعد از نیروهای پلیس، تمام نیروهایی که به شدت مردم رو از روی عقده و کینه میزدن به قول معروف، و بچه های سپاه بودن، بچه های پایگاه بودن. یعنی ببینید در هر شهری ما یه حوزه داریم، هر حوزه هلوش به نسبت اون جمعیت هر شهر اسلحه داره. و اون روز از 25 آبان ظهر تمام این پایگاه فعال بودن، اسلحه های این پایگاه در به سمت مردمی که اعتراض میکردن شلیک میکرد. یکی از شهرهایی که این اتفاق توش افتاد و 3 تا شهید داشت، یکی از شهداش کارگری بود که به قول معروف زحمتکش و باربری بود که بار می آورد و 2 تا بچه داشت و یکیش معلول بود. این جوان 30 ساله رو خود پایگاه در مقابل چشمان خود مردم با گلوله اسلحه کلاشینکوف این جوان رو زدن و این جوان همونجا تموم کرد و مستنداتش هست، هم عکسش هست، هم همه اینا که ما فرستادیم برای هیئت قضات و هیئت دادستانی. و هنوز هم اگر چیزهای مهمتر از اینها داریم که میبینید که میتونیم بفرستیم، که میبینید اگه من الان پشت این ماسک و این شیوه قائم شدم، من شرمنده خانواده های آبان هستم و کسانی که تو این راه کشته شدن، خون دادن، و من واقعا امنیت ندارم. من برای یک شهادت باید بیام این ماسک رو بذارم. من شرمنده هستم. من فقط به خاطر امنیت و آقای و هیئت قضات محترم، من اگه اینا رو بردارم و اینجا شهادت بدم، ظرف یک روز آینده کشته خواهم شد. اینو شما خوب میدونید و دوست دارم همه شما بدونید که چرا من نباید بتونم با چهره خودم بیام و اینجا بگم که چه اتفاقی افتاده و چطوری جوانای مردم رو تو خیابون کشتن. و نمیتونیم بگیم، چون من اگه اینا رو بردارم یک روز دیگه من دستگیر خواهم شد. و من یه آدم فرهنگی هستم، زحمت کشیدم، بزرگترین دانشگاه کشور درس خوندم. ما آدم هایی هستیم که به صورت مسالمت‌آمیز اومدیم در خیابون اعتراض کردیم و جواب من و همسال من و جوان های این شهر و نوجوان های این کشور فقط با گلوله بود. ممکنه لطفاً سرعتتون رو ببرید پایین، بلا ترجمه به نحوی که باید انجام نخواهد شد. شاید مناسب باشه که از شاهد بخوایم که کمی محدود بکنه صحبتاشون رو. ما کل شهادت شما رو به صورت مکتوب داریم، فقط اون نکات اصلی رو که دیدید رو بفرمایید. چه چیزایی رو شما مشاهده کردید؟ این رو فقط به دیوان بفرمایید و بعد به سوالات دیوان پاسخ بدید. دادگاه جواب.
خیلی عالیه و کاملا متوجه شدم. من فقط اون نکاتی رو که اگه بخوام حتما باید اسم بیاورم از اون پایگاه، از اون شهید و از اون فرمانده اون پایگاه که الان میخوام اشاره کنم به اینا، قطعا میدونم که این اتفاق برام میفته که ممکنه دستگیر بشم، ولی اینو میگم برای اینکه در محله‌ای که ما بودیم من به چشمم کشته شدن سه نفر رو دیدم. یکیشون کارگر بود، 30 سالش بود، 2 تا بچه داشت، یکیشون معلول بود، از بالای پایگاه بسیج با سلاح کلاشینکوف شلیک کردن. آقای شاهد، اگر که این اسامی رو که شما میخواهید بفرمایید باعث افشای هویت شما میشه، ما قویاً تأکید میکنیم که این اسامی رو بیان نکنید. سعی میکنم اسامی رو بیان نکنم و بهشون اشاره کنم که حداقل بفهمیم که موضوع چی بوده دقیق. و دوم، شهیدی که من به چشم دیدم، هیئت قضات محترم و همه کسانی که دارن صدای منو میشنون، من با چشم خودم دیدم یک جوون 19 ساله، این بنده خدا هم تو تظاهرات بود و داشت اعتراض میکرد که این بنده خدا رو هم دوباره از سمت پایگاه زدنش و گلوله خورده بود به سمت گردنش و رفیقاش از ترس اینکه اینو نبرنش بیمارستان که توی بیمارستان دوباره اینو نگیرن و اذیتش نکنن، اینو برده بودنش خونشون و این جونش رو از دست داده بود. ببینید، هر جای دنیا یکی زخمی میشه میبرنش بیمارستان، یک کسی که زخمی میشه پناه میبره به بیمارستان، ولی در 25 آبان ماه دومین شهید ما که 19 ساله بود و دانش آموز بود، وقتی گلوله خورد، رفیقاش از ترس این که نبرنش بیمارستان و اونجا بگیرنش و فشار بیارن بهش و تهدیدش کنن و بگیرن ببرنش، برده بودن توی خونهشون و این جوان توی کف خونهشون جون داد. ببینید، از ترس این که تو بیمارستان نگیرن، بفهمید چی میگذره، بفهمید چه اتفاقی افتاد. یعنی مردم تا این حد این ظلمی که شده وحشت دارن. یعنی کسی که زخم خورده، رفیقاش از ترس بردن این به بیمارستان و اینکه میدونستن اونجا تحت فشار قرار میگیره و دستگیر میشه، میبرنش خونه و همونجا جون میده، تا این حد. و کسایی که داشتن فقط به مردم شلیک میکردن، فقط نیروهای سپاه و بسیج بودن، پلیس بود و همشون کسایی که واقعا با عقده میخواستن به قول خودشون با کشتن مردم این داستان رو جمع کنن، نیروهای بسیج بودن. روز 26 آبان ما تو اون محله‌ای که ما بودیم، روز بعدش بچه ها رو شناسایی کرده بودن، 4-5 نفر رو، و با ماشین شخصی بدون پلاک، پژو 405، با 3 تا لباس شخصی، اونایی رو که روز قبل شناسایی کرده بودن و میریختن جلوی در خونهشون با شلیک گلوله، از در خونه میریختن، میکشیدنشون بیرون آقای قاضی، میکردن تو صندوق عقب پژو 405. و وقتی این اسم این وسیله رو میارم، میگم 405، همه میدونن دارم راجع به چه ماشینی حرف میزدم. اینا رو با کلاشینکوف من با چشای خودم دیدم، فقط به خاطر اینکه اومده بود ماشینشو پارک کرده بود تو خیابون که بگه گرونیه، اینو بردن، شناسایی شده بود و با 3 تا لباس شخصی و 405 اومدن از خونش کشیدنش بیرون، کردنش صندوق عقب و با خودشون بردن. و تمام نقاط استان البرز، استان تهران پر تظاهرات بود، همه جا و همه داشتن مسالمت آمیز اعتراض میکردن، اما به قول معروف خب تحمل نکردن، ما رو تحمل نکردن، خواستن این به حرف صحبت آقای خامنه‌ای خواستن به اصطلاح با شدت برخورد کنن، خیلی برخورد شدت پیدا کرد و تمام خیابون‌ها نیروهای بسیج و لباس شخصی پر شدن و هیچ آرمی رو لباسشون نیست که ما بدونیم کیه چیه، بدون اتیکت به قول معروف
تو خیابونا میچرخیدن و با سلاح کمری، انواع سلاح، گاز اشکاور، و تو همین منطقه ما که میگم سه تا شهید داشتیم، یعنی کل استان البرز و جاهای دیگه، ما بالای 200 تا کشته دادیم تو جاده ملارد. بچهای ملارد میدونن، اندیشه همینطور، فردیس. و یک موضوعی هم که من بگم، روز 26 آبان ما نیروهای پلیس جوانهای مردم کرده بودن توی ون، توی وانت، و میچرخوندن که مردم دوباره نیان اعتراض بکنن. ولی همین صحنه، دیدن همین صحنه باعث شد که مردم ببینن که جوانی که اومده اعتراض کرده و به کوچکترین موضوع، یعنی گرونی، بعد الان آوردنش پشت وانت و میگردونش به عنوان متهم تو داخل شهر. و وقتی این صحنه رو میبینن، خب به قول معروف ناراحت‌تر شدن. و اینا اعمالی بود که اینا انجام دادن، کارهایی بود که اینا انجام دادن، شلیک کردن به سمت مردم، مقابله کردن با مردم و چنین کارهایی، برای اینکه تو کل استان البرز که من دارم میگم، تمام نقاط خیابون‌ها پر از جمعیت بود و اعتراض میکردن، اما تمام نیروهای بسیج. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم آقای شاهد، خیلی متشکرم. ببخشید که از اونجایی که وقت ما خیلی محدود هست و از اونجایی که ما شهادت شما رو به صورت کامل داریم، لطفاً فقط به سوال جواب بدید وقتی که یاد قضات از شما سوال میکنن. جناب قاضی یعقوب. Thank you. خیلی متشکرم. صبح شما بخیر و خیلی متشکرم که آمدید اینجا که به ما کمک بکنید. شما گفتید که شما وقتی که شهادت نامه دادید گفتید که میخواستید اعتصاب کنید. وقتی میگید اعتصاب یعنی که نمیرید سر کار، منظورتون چی بوده؟ منظورتون چی بوده که گفتید که تصمیم گرفتین که اعتصاب کنید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. اعتراضات به این معنی بود که مردم اومده بودن، یه اتفاق افتاده بود، یه بنزین گرون شده، مردم اومده بودن به این موضوع اعتراض کنن و تمام این کسایی که تو اعتراض صحبت کرده بودن از اقشار مختلف شرکت کرده بودن، از اقشار مختلف جامعه بود، از قشر کارگر بود، از قشر اصناف، از قشر دانش آموز، دانشجو، اینها. این یه گرونی اتفاق افتاده بود و شنیدن که این گرونی اتفاق افتاده، دوست داشتن که به شکل مسالمت‌آمیز به این اعتراض بکنن، ولی جوابشون با اسلحه و باتون بود. نه اینو من میفهمم. تنها نکته ای که اجازه بدین میگن، من اینو متوجه میشم، تنها نکته ای که میخوان بفهمم اینه که برابری هیچ گونه اعتصابی نبود، اونطوری که من میفهمم اعتراض بود، اعتصاب نبود، اعتراض بود. بله. نه اعتصاب نبود، اعتراض بود به این گرمی و همین. Thank you. خیلی متشکرم. ممکنه که در این من شما ازتون انتقاد نمی کنم، فقط موضوع زبان هست اینجا، میخواستم درست بفهمم. مسئله دوم، موضوع دوم این هست که در جمعیت خیلی افراد بودند اونطوری که شما میگید، و من میخوام بفهمم که اگر اونطوری که شما میگید اونا آتش شلیک کردند به همه بدون تمایز، آدم میتونه انتظار داشته باشه که پس خیلی افراد باید مرده باشن، برای که خیلی ها بودن که تفنگ خودشون شلیک میکردن. سوال من این هست که 3 نفر مردن و این به نظر من پس میاد که اونها شلیک نمیکردن که همه رو بکشن. Can you please explain? He's gone. Okay.
If this witness cannot be contacted. اگر که نتونیم با این شاهد ارتباط برقرار بکنیم، اگه ممکن باشه برسیم به شاهد بعد. تماس مجددا وصل نمیشه. داره گوشی زنگ میخوره ولی جواب نمیده. شما تصمیم میگیرین که با شاهد بعدی برن جلو یا اینکه صبر بکنیم تا ایشون دوباره وصل شن؟ جناب رئیس اگه ممکن باشه ما شاهد بعدی رو صدا بکنیم، شاهد شماره 110 و در صفحه 363 مجموعه شماست. بس شد. Okay. Can the witness hear us now? شاهد صدای ما رو میشنوه؟ ما رو میشنوه. دوباره سلام به شما. من بایستی بگم که انقدر شلیک وجود داشت، انقدر تیراندازی وجود داشت که برای من جالب بود که فقط 3 نفر مردن با اینکه این همه تیراندازی بوده. من نمیخوام بگم که باید افراد بیشتری میمردن، من خیلی متاسفم، غمگینم از اینکه این 3 نفر هم مردن، ولی به نظر من میاد که اینها این 3 نفر رو انتخاب کردن که بکشنشون و برای همین هست که فقط 3 نفر مردن. آیا شما اظهار نظری درباره این موضوع دارین؟ چیزی میخواین بگین؟ بله بله بله. من یه نکته ای رو که باید اینجا بهش اشاره کنم اینه که آقای قاضی، اینجایی که ما گفتیم یعنی این 3 نفر که توی یه شهر چند ده هزار نفری 3 تا کشته داشته و 500 تا زندانی داشته، یه خیابون اصلی نداره این شهر. بعد ما داریم در مورد یه شهری حرف میزنیم که چند ده هزار نفر، بیشتر حتی 2 تا بانک نداره. بعد اینجا ولی توش پر پایگاه بسیجه، پر آدمیه که برای این سرکوب آوردن. توی یه همچی شهری 3 تا کشته داشتیم، برای 50-60 زخمی داشتیم که میخوایم بگم که به کدوم بیمارستان هم اینا رفتن و اینا هلوش نزدیک به 500 نفر رو اینا توی این چند روز دستگیر کردن. هنوز بچه های نوجوانی هستن که مدرسه میرفتن، هنوز اینا به پاشون پابند الکترونیکی دارن تو شهر. منظور ما اینه، توی یه شهر به این کوچیکی، توی که یه دونه خیابون اصلی بیشتر نداره، 3 تا کشته بده و بالای 500 نفر دستگیر بشن. ما همه تو شهر کوچیک هم دیگر میشناسیم، نیروی امنیتی خیلی راحت تونستن شناسایی بکنن و اومدن تو 3 روز آیندهش 500 نفر رو طرف از تو مغازش میکشیدن بیرون. بابا مگه یارو میامدن طرف داشت تردد میکرد تو شهر، 1 هفته تو تمام شهر استرس بود، هیچ که آرامش نداشت. از این بر میامدن آدم ها رو میبردن. من عینی دیدم که جوانای مردم رو میکردن، بچه های اطلاعات سپاه میکردن تو ماشین میبردن. تونستم منظور خودم رو بیان کنم؟ من فکر میکنم که این نکته رو شما خیلی خوب رسوندین، ولی سوال من هنوز این هست که شما دیدید که 3 نفر مردن، شما اینو دیدید نه؟ بله 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 بله.
right. اسم با مشخصات right. و کسایی که باهشون شلیک کردن و تمام مدتش yeah. از فرستادیم به اسم گفتیم فرمانده پایگاه کی بوده از چه فاصله زده. ولی اینجا اگه بخوام همه رو بیان کنم قطعا به مشکل برخورم. من همه اینا رو فرستادم و گفتم که بیام تو دادگاه حتی بیام حضوری اگه لازم باشه شاهدم، ولی من در جایی هستم که نمیتونم راحت صحبت بکنم و متاسفم که نمیتونم وارد ریز جزئیات بشم، ولی فرستادیم و اگه بخوام فاصله شلیک و اسم شلیک کننده رو بگم جایی که من هستم و جایگاهم خیلی روشن میشه. و بیشترین اتفاقاتی که توی حاشیه شهر افتاد این بود که اینطوری بود که نیروها رو از این پایگاه جابجا کردن به یه پایگاه دیگه. بسیار خوب. شما دیدید که سه نفر بهشون شلیک شد. چند نفر شلیک میکردن؟ اینا گروهی بودن، یعنی بسیج یا نیروهای سپاه که وارد شدن که واقعا به قول خودشون داستان رو جمع کنن و مردم سرکوب کنن. مثلا گروه های 50 نفره 60 نفره بچه های لباس شخص سپاه و لباس شخصی اومد بودن. این دکترم داخل پرانتز بگم، شاید شما بدونید نیروهای امنیتی نیروهای مثلا بسیج خود این منطقه رو میبردن برای یه منطقه دیگه، نیروی بسیج یه منطقه دیگه رو میبردن اینجا که راحت بتونن سرکوب کنن، برای اینکه بسیجای اون شهر رو همه میشناختیم، خب همدیگر رو میشناسیم، نیروها رو جابجا میکنن از این شهر به اون شهر که راحت اونجا بتونن بزنن و شناسایی نشن. نیروهای یه پایگاه دیگر میبردن اینجا تو شهر ما، مثلا تو خود کرج نیروی فردیس رو میبردن گواردش، نیروی بسیج گواردش رو میبردن فردیس که خودشون هم شناسایی نشن و مردم بتونن مردم رو راحت تر بزنن. و ما وقتی اشاره میکنیم که نیروهای بسیج، یعنی شما حساب بکنید توی هر کارخونه یه پایگاه بسیج داریم، توی ادارات پایگاه بسیج داریم، توی نمیدونم توی خیابون پایگاه بسیج داریم، تو باشگاه پایگاه بسیج داریم، یعنی شما هر جایی که برین هر جای ایران یه اتاق درست کردن به اسم پایگاه بسیج. این پایگاه بسیج فقط وظیفه‌ش اینه که مردم رو شناسایی کنه، سرکوب کنه، هر جا پاشدن حرفی بزنن چیزی بگن شناسایی و سرکوب بشن. و این پایگاه بودن که مردم به صورت زیادی زدن و به قول معروف از بالای این پایگاه ها وقتی جمع می شدن جلوی پایگاه هستی و اعتراض می کردن، اینا از بالای پایگاه مردم رو با گلوله می زدن. با کسایی هم که شلیک می کردن معمولا اونا اعضای اصلی پایگاه بودن که ببخشید با سلاح کلاشینکوف، همه هم می دونن که تو کل پایگاه ایران سلاح های کلاشینکوف دارن و با این سلاح از بالای پایگاه فرمانده پایگاه معاون پایگاه به مستقیم این کسایی که ستایی که کشته شدن تیر به صورت و گردنشون خورده. Can I remind the witness again to slow down. اگر ممکن باشه من یک بار دیگه به شاهد بگم که لطفاً یه خود آرامتر صحبت بکنن برای که مترجمین نمیتونن ترجمه بکنن. خب آقای وکیل، شما گفتید که این ویدئویی که بوده که قبلا نشون دادیم رو ببینم با اجازه رئیس اگر ممکن باشه. من دوست دارم که ویدئو رو دوباره ببینم قبل از اینکه جلو بریم. جناب قاضی یعقوب، ما تصمیم گرفتیم که ویدیو رو برای این نشست نشون ندیم. نه، اگه که تصمیم گرفتید که نشون ندید، خب این حق انتخاب شماست و گفته بودیم که قبل از اینکه ما سوال بکنیم اون رو نشون بدیم شاید بهتر باشه، برای که اون وقت بعضی از سوالات رو ممکنه رفع بکنه. ولی اگر که تصمیم گرفتید که اون رو نشون ندید، بسیار خوب، ما نمیتونیم که مورد سوال قرار بدیم این تصمیم شما. بسیار خوب، ما میدونیم که سه نفر رو بهشون شلیک کردن و اینها مردن. میدونیم که 50 یا 60 نفر داشتن شلیک میکردن. پس آیا منصفانه هست که اینطوری استنتاج بکنیم که فقط سه نفر بودن که شلیک کردن، که سه نفر به خاطرش کشته شدند و بنابراین گلوله های بقیه این افراد هیچ کس رو نکشته؟ نه،
ببینید مردم اعتراض میکردن و تو این فرمانده پایگاه از اون بالا به صورت مشخص به جمعیت شلیک میکردن. توش پیرمرد بود، بچه بود، جوان بود، سلاح خیلی کوچیکتر بود، یعنی نیروهای بسیج و سپاه به صورت کورکورانه به سمت مردم شلیک میکردن که مردم متفرق کنن و خیلی به صورت به قول مسالمت آمیز داشتن، به قول معروف مسالمت آمیز داشتن اعتراضشون رو میکردن. و حتی تصویر یکی از شهدا که به قول معروف همون شهیدی که از ترس اینکه بره بیمارستان و توی بیمارستان نیروهای بسیج و امنیتی نگیرنش، نبردنش بیمارستان و توی خونش توی حیات، این عکسشه. سید علی حسینی، تاریخش هم مشخصه، 25 آبان 98. That was very useful. Thank you. خیلی متشکرم، این خیلی مفید بود. من حالا میخوام از شما که یک تمایزی قائل بشید بین اون چیزی که واقعا خودتون دیدید و اون چیزی که فکر میکنید اتفاق افتاده. بنابراین من مایل هستم تأکید بکنم که شما خودتون دیدید که سه نفر رو دیدید که مردن، بله یا نه؟ لطفا جواب طولانی ندید، من فقط تأیید میخوام از شما. بله به چشم، بله به چشم دیدم و به اینه دیدم. بله. خب 500 نفر رو دستگیر کردند، اینو خود شما به چشم خود ندیدید؟ مثلا ما تو اون محلهی که ما بودیم اینطوری بود که مثلا من خودم دوتاشو به چشم دیدم، وقتی که اومدن طرف، وقتی از خونش کشیدن با صدای گلوله هوایی که میزدن رفتیم نگاه کردیم، دیدیم دو نفر از تو خونشون گرفتن کشیدن بیرون کردن پشت 405 و با خیلی تأخیر رو زدن و شلیک گلوله به پای این نوجوان کردنش پشت ماشین و بردن. و روزهای بعد چون ما اینجا جایی هستیم که خیلی میشناسنمون، آمار که گرفتیم از مردم که ببینیم کیا رو گرفتن چی شده، بالای 500 نفر رو گرفته بودن، نگه داشته بودن، آزار داده بودن. حتی یک کسی ماشینش پارک بود تو منطقه که تظاهرات شده بود، رد شده بود از اونجا، به قول معروف اومدن بهش، یعنی گرفتنش، برده بودن و حتی از اونا هم نگذشته بودن. من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم هستن هنوز کسایی که تو شهر ما، جوانایی که از اون موقع آقای قاضی نوجوان بودن، اینا هنوز به پاشون پابند الکترونیکی هستش. Thank you. That's useful. خیلی متشکرم، این خیلی مفید بود. سوال بعدی که دارم اینه The witness is back. شاهد برگشتن. Is that clear? بسیار خوب. موضوع بعدی که میخوام بهش بپردازم این هست. شما بخشی از تظاهر کنندگان بودید، درسته؟ در روز اول که 25 آبان میشه distinction. و من تمایزی قائل میخوام بشم بین اون روز و روزهایی که شما داشتید رانندگی میکردید و بررسی میکردید ببینید چه اتفاقی افتاده. در مورد اون موقعی که رانندگی میکردید و بررسی میکردید بعدن صحبت میکنیم. این تصمیم بر حضور در تظاهرات در تاریخ در شب 24 آبان اتخاذ شد، درسته؟
تصمیم مبنی بر این که در تظاهرات کنید در 24 آبان جمعه اتخاذ شد. درست عرض میکنم؟ روز جمعه من متوجه شدم که حاکمیت میخواد بنزین رو گرون کنه و دیگه مردم خیلی مسالمت آمیز اومدن. روز شنبه هم اومدم تو خیابان. Who is the we? این که میفرمایید ما، منظور کی هست که تصمیم گرفتند روز جمعه که روز شنبه بعد برند بیرون تظاهرات کنند؟ این ما که میفرمایید کیه؟ بودن، تمام اقشار بودن، میگم از لحاظ سنی بگیر، جوان بود، نوجوان بود، میانسال بود، زن بود، مرد بود، دانشجو بود، کاسب بود، همه. یعنی وقتی ده صبح که شنبه آیا جلسه ای برگزار کردی؟ فقط تصور میکنید که یک همچین اصلا به صورت کاملا خود جوش بود. نه نه Now, شنیدم که Let me tell you what my... بذارید من به شما یه لحظه صبر کنید بگم مشکلم چیه، یا اینکه مشکلی که من دارم اینه و شما لازمه در این زمینه به من کمک کنید. شما یا جمعه شب تصمیم گرفتید که برید و اعتصاب کنید به نفعی که توی شهادت نامتون اومده، روز شنبه برید اعتصاب کنید، یا اینکه به صورت خودجوش بوده؟ کدوم یکی این دوتا بوده؟ وقتی ما این خبر رو مردم ایران وقتی شنیدن، جوان، نوجوان، کارگر، هر کس دیگه شنید که بنزین قرار گرون بشه، خب بعد قرار شد که تصمیم گرفتن مردم نسبت به این قضیه، این اتفاق، یه واکنشی نشون بدن و مردم کاملا به صورت خودجوش اومدن تو خیابون و به این اتفاق و به این گرانی صبح روز 25 آبان یعنی شروع شد. یعنی خود مردم اومدن و متوجه شدن که همه به هم خبر دادن، اومدن توی خیابون و وقتی دیدن همه این گرانی قراره گوشه گوشه زندگیشون رو تاثیر بذاره و دوباره سخت‌تر زندگی کنن و دوباره آرزوهاشون رو دفن کنن، تصمیم گرفتن بیان تو خیابون رو به این داستان اعتراض کنن و از حاکمیت خودشون لاقل بخوان که یک کم به حرف اینها گوش بدن، ولی برخلاف این شد و به جای اینکه به حرف مردم گوش بدن، حرف مردم رو با باتون و سلاح جواب دادن. یه موضوع دیگه هست که میخوام با شما بحث بکنم و اون اینه، خیلی افراد زخمی شدن، 3 نفر کشته شدند. شما جزی از تظاهر کننده ها بودید، آیا شما شانس آوردید که هیچ اتفاقی براتون نیفتاد، یا اینکه کارشناس اجتناب از گلوله بودید؟ یه نکته ریزی رو که شما گفتین منم بیان کنم که اینکه وسیله‌ای که ما داشتیم موتور بود. یعنی توی اون تظاهرات که شد تمام خیابونا قفل بود، یعنی اصلا راه نبود کسی راه بره. وسیله‌ای که ما داشتیم که تونستیم تو این شهرهای اقماری بریم و ببینیم چه خبر شده، کجا چه خبره، با موتور بود و رفتیم میدیدیم که نیروهای پایگاه بسیج چجوری دارن جابجایی صورت میگیرن. ما خیلی از فیلم‌ها و عکس‌ها رو فرستادیم و برای شما و احتمالاً دیدیم. شما بخشی از تظاهرات بودید در روز شنبه صبح. ببخشید عذر میخوام، اول سوال رو شانه دار هست. 19 I'm not asking. من که از شما نخواستم که اینا رو به من بگید، از این سوالات هم از شما نمیپرسم. فقط میخوام بدونم که آیا شما در تظاهرات شرکت داشتید یا اینکه داشتید با موتور دور و بر میچرخیدید.
همجوری که پلیس با موتور دور و بر میچرخه و به موضوعات نگاه میکنه، شما کدوم یکی از این دو بخش بودید؟ موتور سوار بودید یا تظاهر کننده؟ تظاهر کننده بودم که اعتراض داشتم به این داستان و وسیله‌ای که زیر پای من بود موتور بود و میتونستم با این وسیله که همه جا تظاهرات بود یه دونه خیابون رو نمیشد با ماشین بریم، میتونستم با این موتور که وسیله‌ام بود میتونستم راحت باش برم ولی و برم همه جا رو ببینم و دیدم که این اتفاق کجا داره میفته، برای اینکه این مناطق استان البرز و تهران و همه شهرهای اقماریش به هم متصله، راحت میشه رفت. عذر میخوام، فقط یه سوال نهایی که ازتون بیا بپرسم. ایده من از تظاهر رانندگی نیست که برم ببینم این بر اون بر چه خبر داره اتفاق میفته، از یه شهر به شهر دیگه برم، که اینکه دیگه اعتراض و اعتصاب نمیشه. که نقطه نظری دارید در این مورد بفرمایید؟ بنده تظاهرات میکردم به این معنا که میچرخیدم. من قبلا ببینید میخوام یه چیزایی رو نگم، به واسطه شغلم نمیخوام وارد جزئیات شم. بنده شغلی داشتم که نمیخوام بگم و بنده فقط بهتون بگم که به دلیل تجربه‌ای که در کارم داشتم میدونستم که چجوری این در واقع بخوام، بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم و من همه اونجاها رو فیلم‌برداری کردم، عکس برداری کردم و فرستادم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. عذرخواهی میکنم که مزاحمتونم شدم. متشکرم. عصرتون بخیر. Good afternoon, sir. عصر بخیر. آقای شاهد، چند تا سوال اضافی فقط داشتم عرض کنم. در شهادت نامتون گفتید که در ابتدا یه تظاهرات وقتی که پلیس آمد جمعیت تا حدی از پلیس حمایت میکرد و ولی بعد یهو وضعیت تغییر کرد، کم کم محتاط شدند و درگیری صورت گرفت. میخوام در مورد این موضوع ازتون بپرسم، چه چیزی باعث شد که فضا تغییر کنه؟ آیا اتفاق خاصی افتاد و یا کلن موضوع چیز دیگری بود که باعث تغییر جو شد؟ ببینید همه جای دنیا اعتراض میشه، مردم میان اعتراض میکنن، مثل همه جوامع دیگه تو تمام دنیا. اینجا هم جوان ها اومده بودن اعتراض میکردن، داشتن به که خب یه اولین نیرویی که میاد به صحنه و مقابل مردم قرار میگیره قاعدتا پلیسه، و اما مردم میدونن که این پلیس واقعا دست نشانده حاکمیت نیست، به این معنی که اومدن پلیس ها هم وقتی اومدن جلوی مردم، مردم پلیس ها رو تشویق میکردن، یعنی بهشون احترام میذاشتن، دست میزدن براشون، حتی این شعار رو میدادن که پلیس از ما حمایت کنه، حمایت حمایت، ما حرف بدی نمیزنیم، و خیلی از مردم با پلیس ها با میستادن صحبت میکردن، حتی بهشون میگفتن خودت هم زن و بچه داری، عین ما فردا این بنزین گرون میشه رو خانواده تو، رو زندگی تو هم تاثیر داره. یعنی ما وقتی با نیروهای انتظامی صحبت میکنیم اینا رو میگفتیم، جواب اونا این بود که ما هم مثل شما این ولی مأمور و معذور. و اون مرحله اولیه بعد از تشکیل و اعتراضات و جمع شدن مردم، اولین نیرو پلیس بود که مردم هم تشویقشون میکردن و باشون سعی میکردن ازشون حمایت بگیرن، ولی بعد از ساعت 3 و 4 که نیروهای بسیج و سپاه وارد شدن دیگه تموم شد، دیگه درگیری شروع شد، صدای موتور شروع شد، صدای زدن شروع شد، صدای، یعنی من یه شهری که شما حساب بکنید مثلا یه گوشش وای میسادی، از گوشه دیگه فقط صدای تیراندازی و فرار کردن مردم رو میدیدی. یعنی بعد از اینکه پلیس وارد شد و مردم داشتن تشویقش میکردن و دعوتش و همکاری و حمایت میکردن و این پلیس هم تا حدودی به قول معروف با مردم راه میامد، اما از ساعت 3 که دیگه نیروهای بسیج و سپاه با لباس شخصی وارد شدن، دیگه به خشونت کشیده شد و شلیک شد و مردم زدن و تا جایی هم که میتونستن سعی کردن که این قضیه رو به قول خودشون خاتمه بدن و تلاش کردن که فیلمی از این حوادث بیرون نیاد، و برای همین از ساعت 3 دیگه اینترنت نداشتیم.
خیلی ممنونم. شهید شدن توی دونه خیابون ما از سمت بسیج و سپاه کشته شدن. متشکرم. من یه سوال دیگرم دارم. سوال حساسیه. پس اگر احساس میکنید که نباید جواب بدید، ندید. هنوز اونجاست؟ آقای شاهد؟ بله بله من هستم. اوکی. اگر که احساس میکنید که نمیتونید جواب این سوال رو بدید بدون اینکه هویتتون رو افشا کنید، لطفاً این کار رو نکنید، جواب سوال رو ندید. پس این یه هشداریه که بهتون میدیم مقدمتاً. در شهادتنامه‌تون گفتید و اشاره کردید به یک فرمانده که اجازه داد نیروهای تحت فرماندهیش که هر کاری که میخواستند انجام دهند. آیا شما قادر هستید مشخص کنید کدوم واحد، این فرمانده به کدوم واحد تعلق داشت؟ نمیخوام شهرش رو بدونم یا محل رو بدونم، فقط میخوام ببینم این فرمانده چه نیرویی بود. خیلی عالی، بنده کاملا سوال شما رو متوجه شدم. ببینید از لحاظ سیستم سپاه اینطوریه که سپاه هر استان زیر سپاه منطقه، زیر سپاه منطقه هم حوزه های بسیج قرار دارن و زیر حوزه بسیج پایگاه های مقاومت بسیج قرار دارن و اینکه تمام این اتفاقات از سمت سپاه و بسیج بود و حتی اون فرمانده صدامو داری؟ فرمانده که اینجا شلیک کرد در رده سرهنگ بوده، در رده سرهنگ یک پایگاه بوده زیر نظر حوزه مقاومت خودش. 20 تا پایگاه داشته فرمانده و سرهنگ اون پایگاه دستور شلیک رو داده و خودش دستش کلاش بود و از اون بالا داشت رویت میکرد و شلیک میکرد به طرف مردم. و اینم بگم که همون آدمی که توی سپاه فرمانده سپاه بود و دستور شلیک داد و این در رو کشت عوض شد بعد یه سال بعد آبان که دیگه شناخته شد و مردم خیلی میشناختنش و راجبش حرف میزدن و میدونستن این کسیه که این کارا رو کرده، اینو بردن یه نقطه دیگه و یکی دیگر رو آوردن جاش. بله به مشخصات اون فرمانده رو داریم، مشخصاتش هم کامل دادیم به هیئت دادستانی و هنوز هم میتونیم اون آدم رو بگیم که حتی کجا هست. Thank you. متشکرم. آیا شما میتونید مشخص کنید دقیقاً دستور چه بوده؟ شاید ندونید. خب البته دستور دقیقاً چه بوده. Please, can you answer? ارتباط قطع شده یه لحظه. Can you hear me now? الان صدای من میشنوید؟ صدای من رو الان میشنوید؟ الان دارم، بفهمید. اوکی، سوال من اینه، آیا شما میدونید دقیقاً کلماتی که در دستور صادره بوده چه بوده؟ آقای شاهد صدای من رو میشنوید؟ سیده به واسطه دوستایی که توی پلیس دارم اینه که ببینید وقتی دیگه راه نداشتید بزنید دیگه و دستور فرمانده این بود که هر چی فرمانده اون نقطه تشخیص بده خودش خودسرانه میتونه عمل کنه و اگه نیاز دید حتما از سلاح گرم استفاده بکنه برای راه برای مردم. ببخشید. و چه زمانی دقیقاً این دستور صادر شد؟ در چه روزی؟ چه ساعتی؟ از 25 آبان ماه وقتی که مردم از ساعت 10 شروع کردن یه وقتی دمدمای 4-5 به بعد دیگه واگذار شد به دست نیروهای بسیج و سپاه و از ساعت 3-4 که میگم دیگه تظاهرات مردم به وسیله بسیج و نیروهای سپاه به خشونت کشیده شد و به سمت مردم شلیک کردن.
از 25 آبان شروع شد. Thank you, sir. خیلی ممنونم. عصر بخیر. چند تا سوال دیگه دارم. دو تا عنوان دارن این سوالات من. بعد برمیگردم به اون تیراندازی. اما قبل از اینکه بخوام به بحث تیراندازی بپردازم، اولین سوالی که دارم این هست که شما به تعداد زیادی از گروه‌های امنیتی اشاره کردید، سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی و پلیس. با توجه به اینکه شما در این تظاهرات حرکت می‌کردید، آیا شما متوجه شدید که اونها صورت خودشون رو هم پوشونده باشند با ماسکی یا با چیز دیگری، و یا اینکه صورت‌هاشون مشهود بودن؟ اونا کاملا صورت‌هاشون رو به قول معروف نیروهای بسیج و سپاه کاملا صورت‌هاشون رو به واسطه چفیه و پارچه پوشونده بودن که شناسایی نشن. اعتراضات تو نقطه نقطه ایران اتفاق افتاد، تو هر کوچه و خیابونی این مسئله اتفاق افتاد و همه اومدن، و چون که همه نیروها مال خود اون منطقه بودن، برای اینکه شناسایی نشن و گفتن مثلا نیروهای منطقه گوهردشت رو فرضاً می‌بردن فردیس و برعکس مال فردیس رو می‌بردن مثلا گوهردشت، نیروهای بسیج و سپاهشون رو کاملا صورتاشون رو پوشونده بودن که وقتی هم که جا به جا میکنن حتی شناسایی نشن. سلاحایی که تو دستشون بود قشنگ با این سلاحا تو خیابون راه میرفتن، با وینچستر، با باتون، بی سیم، شاتکان، همه اینا تو دستشون بود. لباس شخصی ها هیچ اتیکتی هم رو لباسشون نیست که اصلا بفهمین کیه که اومده جلوی مردم، یه جلوی زنی، جلوی جوونی که هیچی تو دستش نیست، فقط اومده میگه من به گرونی بنزین اعتراض دارم، 3 تومن رو بکن 2 تومن، به این میاد و برخورد میکنه باهاش. خیلی ممنونم از جوابی که دادید. شما یک موضوع خیلی مهمی رو به نظر من روشن کردید. سوال دوم، اشاره کردید در صحبت هاتون، در شهادتتون، که مردم آتش زدند بانک ها را، مردم پمپ بنزین ها را آتش زدند، و شما اشاره کردید که خیلی مراقب بودند که اموال شخصی مردم رو در اون محل آتش نزنند. با توجه به آنچه که شما میگی گفتید، برداشت من این هست که مردم بودند که پمپ بنزین ها رو و بانک ها رو آتش زدند، درسته؟ من اینو اینطوری عرض کنم خدمت شما که مردم معترض بودن و به قول معروف خواستن اعتراضشون رو نشون بدن. مردم نرفتن جایی رو آتیش بزنن، مردم نرفتن خودشون رو آتیش بزنن. به نظرم یه عده مردمی بودن که خودشون از طرف این سپاه بودن، اومدن اینا رو فرستادن اونجا رو آتیش زدن تا بیان بگن اینا اومدن اینجا رو آتیش زدن و تا بتونن قشنگ اینا رو سرکوب بکنن. 88 هم همین بود، همیشه همین بوده. خود نیروهای بسیج و سپاه میرن یه جایی رو آتیش میزنن و میندازن گردن مردم. مردم هم جلوی اینها بودن، جلوی پمپ بنزینا بودن و به قول معروف هیجان بود. دو تا آدم هم سنگی پرت کرده باشن به یه شیشه. ولی نکته ای که من اینجا مد نظرمه و دوست دارم اشاره کنم و برای شما روشن بشه، اونایی هم که رفتن اعتراض کردن، اگه پمپ بنزینی هم آتیش زدن یا بانکی هم آتیش زدن، اما سمت خونه مردم و اموال مردم نرفتن. اعتراضشون فقط به این داستان بود و به اون اعتراض میکنن و به چیز دیگه ای کاری نداشتن. یعنی هیچ خونه ای مثلا تو محل ما، هیچ مغازه شخصی، هیچ چیزی آتیش نگرفته، فقط 2 تا بانک آتیش گرفته و 2 تا پمپ بنزین، کل خسارتی که این شهر از لحاظ مالی دیده. بعد این جوان ما اعتراض داره به این بانک، به این پمپ بنزین، به بانکی که 50 میلیون وام میده و 50 میلیون وام و 75 میلیون پس میگیره. من جوانی که میخوام برم کار شروع کنم توی اون بانکی که اسلام میگه ربا حرومه،
50 میلیون وامو میده 75 میلیون از آدم پس میگیره. اینم داخل پرانتز گفتم فقط برای اینکه بدونید. ولی مردم جلوی این بانک ها پمپ بنزینا جمع شدن اعتراض داشتن، ولی متاسفانه دوباره اینجوری سرکوب شدن. So do I understand you? پس اگه من حرف شما رو درست بفهمم، اینها قوای امنیتی بودند که مشغول سوزاندن بانک و پمپ بنزین بودند. مطمئن نیستم که درست فهمیده باشم. معترضین نبودند، قوای امنیتی بودند. معترضین بانکی رو آتیش نزدن، نیروهای بسیج و سپاه اینا تیمای عملیاتی دارن، میرن یه جا رو آتیش میزنن، بعد میان به مردم میگن نها کنین اینا اینجا رو آتیش زدن، بعد با خیال راحت اینا رو سرکوب میکنن. خود نیروهای بسیج حلقه ها و گروه های دارن، خودشون این کارا رو انجام میدن و میدونن که اگه این با اینو بیان بگن مردم رو راحت تر سرکوب میکنن. ولی شما چیزی جز بانک ها و پمپ بنزینا دیدین مغازه دوز زده بشه، خونه مردم آتیش زده بشه؟ نه، اینا مردم عادی بودن. خواهش میکنم به این نکته توجه کنین، تو محله ما همه مردم عادی بودن که اومدن اعتراض کردن. فقط یه بانک و دوتا بانک و پمپ بنزین آتیش گرفته و همه خونه ها سالمه. پس مردم به چیز دیگه اعتراض داشتن، به گرونی بنزین اعتراض داشتن، به رفتارهای پرخشونت این حاکمیت، به رفتارش اعتراض دارن، ولی دوباره اعتراض مردم با گلوله جواب داده شد. نظرتون باشه که سه عصر 25 آبان ما اینترنت کلن قطع شد و ما 35 روز اینترنت نداشتیم تو شهر استان ما، تو استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، اینها اینترنت نداشتن. بعد از اینکه ما توی استانهای دیگه، استانهای مرکزی اینترنت داشتیم، اونا 10 روز حداقل بعد ما اینترنتشون وصل شد. نمیدونید چقدر آدم اومده بود بیرون و چقدر آدم ها رو اینو کشتن. شما نمیدونین چقدر جوان و نوجوان کشتن و چقدر عقده و کینه کاشتن تو دل ما. خیلی متشکر هستم برای این جواب. و یک چیزی هست که نهایت هم میخوام بپرسم و این مربوط میشه به چند تا سوال که همکار من قبلا پرسیدن و من برمیگردم به موضوع این تیراندازی که در جریان بود و ما البته خیلی خیلی ممنون و سپاسگزاریم که فقط 3 نفر کشته شدن. ولی دغدغه‌ای که در اینجا وجود داره یا سوالی که وجود داره اینه که اگر من حرف شما رو درست بفهمم، این هست که تعداد زیادی از افراد امنیتی اونجا بودن، مسلح هم بودن و از پشت بام ها مردم اون داشتن، ببخشید تحصیل میکنن، قوای امنیتی داشت از پشت بام ها شلیک میکردن و افراد امنیتی هم بودن که با لباس شخصی که از ماشین میپیدن بیرون و شلیک میکردن. برای این مقدار زیاد تیراندازی وجود داشته و من میخوام ببینم که آیا این تیراندازی مستمر بوده یا مسلسل بوده یا اینکه بعضی وقتها توش تنفس میدادن قطع میشده، و اگر که اینا مرتب شلیک میکردن چگونه بود که علی رغم این همه تیراندازی شکر خدا فقط 3 نفر کشته شدن؟ شاید ما یه توضیح بهتری لازم داریم درباره این که این تیراندازی مداوم چگونه صورت می گرفت. ممنون. بنده یه توضیح در این خصوص به شما ارائه بدم. وقتی که من میگم 3 کشته در یک خیابون، گفتم من میگم من جایی زندگی میکنم که کلن چند هزار نفر بیشتر جمعیت نداره و خانم یک خیابون اصلی بیشتر نداره، یه بانک تو اون خیابون نیست، توی یه دونه خیابون توی یه محله دارم میگم 3 تا رو کشتن. شما فکر کنید بالای 50 نفر ما زخمی داشتیم، شلیک شده بود به شکمشون، هنوز میتونین ببینین یارو بیاد اینجا شکمشو بده بالا، ببینید تیر رفته تو شکمش، هنوز تو بیمارستان هم ولش نکردن، تحت فشار بوده. بله بله، نیروهای بسیج از بالای پایگاه بسیج از هر بلندی که پیدا میکردن میتونستن به مردم احاطه داشته باشن، به صورت رگباری و با کلاشینکوف و یا به صورت تک تیر میزدن و با سلاح ساچمه‌ای میزدن.
سلاح شاتگان داشتن و به صورت کورکورانه چون اونا میترسیدن به سمت مردم شلیک میکردن و بیشترین آسیبی که اینجا تو محله ما دیدن مردم از دست بسیج و سپاه دیده که مردم به شدت و به صورت خیلی خیلی وحشیانه باشون برخورد کردن و هیچ رحمی نداشتن، اصلا براشون فرقی نمی کرد بچه باشی، نوجوان باشی، پیر باشی، زن باشی، براشون فقط این بود که این قائله رو به قول خودشون جمع بکنن به هر طریقی می تونن و اینا به طریق استفاده از اسلحه و کارهای اطلاعاتی و شلیک مستقیم به مردم تونستن مردم رو متفرق بکنن و خیلی ها البته زخمی شدن. Thank you. خیلی متشکرم. Mr. Witness. آقای شاهد، در شهادت کتبی خودتون شما اشاره کردید به اینکه شما خودتون گلوله خوردین و پینبال و جاش مونده و بعد شکسی که روی موتور بود می آمد و شلیک می کرد. شما به من توضیح بدید و بگید که بعد از اینکه شما گلوله خوردین چه اتفاقی افتاد، چه به سرتون اومد؟ نیروهای بسیج گلوله‌های پترون داشتن و با این با گلوله‌های پترول می‌زدن که پترول داشتن که می‌زدن که شلوارشون رنگی بشه و نیروهای اطلاعاتی اینا رو شناسایی می‌کردن و با این بچه‌ها رو یکم که از محل میخواستن دورشن میگرفتن. من چند تا پینترول زدن، شلوارم رنگی شده بود به خاطر اینکه بعدش میامدن و میدیدن اگه کسی به لباسش پینترول خورده اینو دیگه میگرفتن، اصلا حتی اگه میگفتی از اونجا رد شدم کسی دیگه گوش نمیکرد و اگه پینترول خورده بودی میگرفتنت. خب وقتی که شما بهتون پینترول زدن چطور شد؟ آیا اون کسی که سوار موتور بود اومد به سراغ شما و چطور شد؟ کردم بله، اونجایی که بنده صحبت میکردم بله همون پینترول رو خوردم، سه تا لباس شخصی دنبالم بودن که خدا رو شکر میکنم که اون صحنه بنده خدای آشنا بود و اون به من اطلاع داد که دنبالم هستن و حتی اسم اون منطقه رو میتونم نام ببرم ولی به دلایل امنیتی نمیگم و به قول معروف اونجا تونستم با کمک این کسی که گفتم ازشون فرار کنم و شلوارم رو تمیز کنم که شناسایی نشم. اما اینا کارهای در واقع چیزشون اینجوری بود که با موتور می آمدن بین مردم، پینت بال می زدن بین در واقع مردم و کسایی که از این پینت بال خورده بودن شلوارشون رنگی شده بود اینا از بیرون جمعیت توسط نیروهای امنیتی شناسایی می شدن و گیر می افتادن یا تیر می خوردن. Thank you. خیلی متشکرم آقای شاهد. سوال دیگه ای نیست. فکر میکنم که هیئت اقبازات دیگه سوال ندارن. فکر میکنم یه موضوع میخوام مطرح بکنم که هیئت هم اون رو پرسیدن. آیا هر کدوم از این فیلم هایی که شاهد ذکر کردن آیا شما میتونید اونها رو برای ما تامین بکنید؟ میگن بله، همه رو برای شما تامین خواهیم کرد. آقای رئیس، شاهد بعدی 255 هست. اگه ممکن باشه من تشکر بکنم از شاهدی که اینجا حاضر هستن. خیلی متشکر هستم آقای شاهد برای شهادت دادن در یک موضوع خیلی مشکلی و همه چیزهایی که شما گفتید ما در نظر خواهیم گرفت. خیلی متشکرم.